زمین تیم نور تجربه کنه. عهد رضایی بازم در منطقه سرویس 4-3 حساب کار در دست اول. برای تیم پاس صحبت های عیسی ناصری با آقای امید فولادی. فرد قائمی هم اشاره میکنه که کف زمین خیس هست. باز هم وقفه ای که در این دیدار حادث شد، تلاش قدر پشتیبانی تیم مهرگان برای اینکه جلوی نفوذ آب رو هم بگیرن. بارش بسیار شدیدی در شهرستان نور آغاز شده از دقایق، از ساعاتی قبل از این دیدار که کار رو حتی برای دوستان ما هم برای آماده سازی پخش زنده دچار مشکل کرده بود، اما به هر شکل ممکن کار آماده شده. تقدیر نگاه شما بینندگان عزیز داره میشه، اما سقف سالن بعد از این بارش مثل که دچار آسیب شده و بارش باران نفوذ میکنه به لایه های زیرین سقف و به همین سبب به دلیل عدم شرایط مناسب برای ادامه این دیدار باز هم آقای فولادی کار متوقف کرده. 4-3 دو تیم دست
در صحنه هست که به امتیاز برای مهرگان به نه رسید. ناوی دریافت چپلی، باز هم مهدی رضایی تو مستقیم به خارج زمین. خب خطای مدافع رو اعلام میکنه آقای آقایی. 9-6 سرنک برای پاس در منطقه سرویس. سرویسش رو میزنه، پاس برای رضایی، پاس به امتیاز احد رضایی. هر دو پشت خط زن دو تیم رضایی هستن. مهدی رضایی برای پاس و احد رضایی برای مهرگان نور. عیسی ناصری سرویس های خوبی رو هم میزنه. عیسی برای مهرگان در منطقه سرویس هست، از معدود بازیکنان مازندرانی تیم مهرگان. دریافت از چپلی، باز هم فرادی دفاع شد، این بار توپ به خارج زمین. 10-7 با سابقه ترین بازیکن زمین عبدالحمید چوگان کاپیتان تیم پاس در منطقه سرویس قرار داره. خب آیه فولادی الان در سوت خودش میدم و اجازه دارم سرویس میده. دریافت از ناوی، پاس برای دانشدوست، حمایت از زمین گرگان انجام میشه. فرهادی تو رو برمیگرده، حیدری، نجفی، دانشدوست، دفاع رحمان تقی‌زاده و مهدی رضایی ناکام میذاره احسان دانشدوست. ده-8 اختلاف به 2 رسید. باز هم کاپیتان چوگان در منطقه سرویس. دستان دانشدوست، پاس برای احد رضایی، توپش در منطقه 6 به امتیاز 11 تبدیل میشه. به سرپنجای مدافعین هم برخورد داشته. نجفی پاسور نوری ها، دریافت از چپلی، پاس برای فرادی، حمایت انجام میشه اما خطای دانشدوست اعلام شد توسط آقای آقایی که در صحنه هسته بهتر مشخص خواهد بود. 11-9 ببینید که به این شکل امتیاز برای تیم پاس به نه رسید. فرهادی دریافت دانشدوست، یه کار سرعتی تو بر میگرده، حمایت در زمین نوری ها، باز هم دانشدوست، چوگان بکش. بهتر بگم دریافت ناقص چوگان، حمایتی ازش نشد تا 12 امتیاز برای مهرگان نور بشه. 12-9 احسان دانشدوست. سرویسش کنترل شده، حاجی کواته باز برای مهدی رضایی، کاملا سوار روی تو هست. امتیاز 10-12-10 نوری ها همچنان پیش هستند. رحمان تقی‌زاده برای تیم پاس در منطقه سیمیست. این دستان حیدری، پاس برای احد رضایی،
کاظمی یه در منطقه سرویس قرار میگیره. آخرین صحبت ها و نکات رو هم نقیه زوکایی بهش گوش زد میکنه. داستان چپلی پاس برای مهدی رضایی، توپش با برخورد به داستان مدافعین به خارج زمین میره. 13-11 خود مهدی رضایی میره در منطقه سرویس قرار میگیره. مهدی رضایی چهارده یازده مهرگان نور پیش از احد رضایی. برای مهرگان توپش مستقیم به خارج زمین. 14-12 سلیم چپلی برای گلگانی‌ها و مرکز سرویس قرار داره. سرویسش رو مستقیم به خارج زمین. همین چند سال قبل یکی از ستاره‌های والیبال کشورمون بود، اما افت محسوسی داشته. نابی پرداخت از حاجی کلاته، یه کار سرعتی سرنگ جای خالی رو به امتیاز تبدیل میکنه. 15-13 سرنگ خودش میره برای زمین سرویس. زمین گرگانی ها فرهادی جای خالی دفاع شد. بازم گرگانی ها با فرهادی و این بار موفق. 15-14 سرلنگ بازم در منطقه سرویس برای پاس گرگان. داستان حیدری نجفی برای احد رضایی که امتیاز تبدیل میشه. 16 امتیاز با ضربه ای که احد رضایی به توپ میزنه. عیسی ناصری میره در منطقه سرویس برای تیم مهرگان نور. عبدالحمید چوگان برای پاس گلگان در منطقه سرویس. دریافت از دانش‌دوست، پاس برای نابی. حمایت در زمین گلگانی ها مهدی رضایی توپ عبور میده. نجفی باز هم نابی، باز هم گلگانی ها. خطای حاجی کلاته به نظر میرسید. توپ برگشت به زمین تیم گلگان یه بار دیگه و رحمان تحریزاده که دیدش به خاره بزنید. 17-15 دست اول دیدار دو تیم مهرگان نور و پاس گلگان رو خدمت شما تقدیم میکنیم. بازی که به دلیل بارش باران و نفوذ آب به سالن
تأخیر زیادی برای تاجیکلاته. باز برای فرادی این بار محکم و مسلط به توپ ضربه میزنه. 17-16. فرادی. اجازه زدن سرویس رو به کاظمی میده. ببینیم دستان شکست سرویس میزنه. فرادی رو انجام میده. ضربه که در منطقه 5 به امتیاز تبدیل میشه است. سلیم چپری یه دو تعویض رو انجام میده. ابراهیم بزمینه در امیرحسین صداقت. به زمین میان عبدالحمید چوگان و مهدی رضایی جاشون رو ترک میکنه. ابراهیم بزمینه پاسه گرده میتونه پاس حاجی کلاته. سلیم چپری دفاع عالی بی‌نقص حساب شده و دیدنی از احد رضایی و عیسی ناصری. 20-18 رضایی در منطقه سرویس برای مهرگان نور. مهاجم توپش رو با برخورد دستان مدافعین به امتیاز تبدیل میکنه. خب حسین بلایی هم به جای سلیم چپرلی میاد. پاس گلگان بازیکنان نامی زیادی رو در ترکیب خودش داره و حسین بلایی یکی از بازیکنانی که سالهای سال در لیگ برتر کشور میبرد. اصل نبود. سلیم چپری به جای خودش در میگرده. بیست و یک 19 امیرحسین ناوی در منطقه سرویس برای تیم پاس
عذر میخوام برای تیم مهرگان نور. اون هم توپش رو به تور میکوبه تا در زدن سرویس به تور دو تیم برابر بشه. سرنگ در منطقه سرویس، سرویس دریافت خوب، دفاع میشه دانش دوست. تو یک درخواست میکنه. 21-21 تیم برابر. بازی پای پای دیدیم، بازی زیبایی بود تا این کار و اون وقتی که افتاده خیلی نتونسته از کیفیت بازیکن‌ها کم کنه. خب برمیگردن دو تیم به زمین. سرنگ در منطقه سرویس برای پاس گلدان. دریافت نابی، یه کار سرعتی گرگانی ها با فرادی، پاس برای احسان دانش، توپ دفاع شد و توپ به امتیاز 22 تبدیل میشه برای پاس گلدان. مصنع رو به جای دانش دوست وارد زمین میکنه آقای زوکایی تا یه ریکاوری ذهنی بشه. باز هم سرنگ، دریافت مصنع، نجفی اومد که به عنوان مهاجم به توپ ضربه بزنه اما توپش به خارج زمین رفت. فاروق بوکجری و معین نعمتی میان به زمین. از اون طرف امین نجفی و احد رضایی میان بود. سرنگ 23-21 گلدانی ها باز هم پیشی گرفتن از تیم مهرگان نور. دریافت ناقص، یک امتیاز سرویس و وقت استراحتی که نقی زوکایی درخواست میکنه. تیم بر میگردن به زمین. 24-21 و احسان دانش دوست هم بگه خودش بر میگرده. امیرزا سردک دریافت از نابی، پاس برای ایسان آسلی و محفظ در کسب امتیاز. 24-22 ایسان آسلی با سرویس های خود خودش میتونه روند امتیازگیری تیم پاس رو مختل کنه یا خیر.
حالا اجازه زدن سرویس رو میده به ناصری، پشت تور برخورد میکنه. 25-22 تیم پاس برنده دست اول میشه. دست اول خوب شروع کرد تیم پاس و تونست به خوبی تیم میزبان رو شکست بده. حالا باید صبر کنیم تا ببینیم مهرگان میتونه به خودش برگرد و بازی رو در اختیار بگیره یا خیر. ببین موسیقی تصویر ببین، سنا استار رو ببین. شما صدای من رو شفاف ندارین؟ چرا تو تلویزیون اینقدر صدای اضافی دارین؟ پخش بیده از آنه مگه؟ بله مقدمات از آن چیه؟ خب از آن موقع گیدنی ها چند دقیقه دیگه از آنه؟ خب 4-5 دقیقه دیگه چیزی بایدینی الان ایمان چرا تلفن جواب نمیدی؟ پخش بهش زنگ زدن احمق اینا وسط مسابقه اینه 5-6 دقیقه مقدمات از آن خون بروی رضایی دفاع شد توپ خارج زمین داد اولین امتیاز برای مهرگان نور یوسف کاظمی برای پاس گرگان برای مهرگان نور عذرخواهی میکنم در منطقه سرویس این دستان چپلی مهدی رضایی تو گفت فقط عبور میده رضای نوری ها خودش دنبال مهاجم محفظ در کسب دومین امتیاز 2-3 یوسف کاظمی
همچنان در منطقه سرویس برای تیم مهرگان نور. دریافت از سلیم چپلی، ناقص هست ناوی، پاس برای احد رضایی، حمایت در زمین تیم، پاس گرگان، باز هم انجام میشه. این بار خطای سلیم چپلی اعلام شد. سه بر صفر تیم مهرگان پیش افتاده. دست سوم دوم رو کوبنده شروع کرده نور در خانه خودش. یوسف کاظمی آسان سرویس خوبش، مهدی رضایی به عنوان مهاجم موفق است تو به امتیاز تبدیل میکنه. 3-1. تغییزاده برای پاس گرگان، دریافت خود دانشدوست، یک پاس عالی برای عیسی ناصری و موفق عیسی ناصری برای مهرگان نور. چهار بر یک مهرگان از حریفش پیش افتاده. احد رضایی برای مهرگان در منطقه سرویس قرار داره. قطر پاسور نوری ها، سرویس خوب، پاس برای سلیم چپلی با برخورد به دستان مدافعین به خارج زمین میره. 4-2. مهدی رضایی برای گرگانی ها، این دستان حیدری کاپیتان، دریافت خوب، باز هم عیسی ناصری، هماهنگی بسیار خوب با پاسور. ناوی دریافت ناقص سلیم چپلی، مهدی رضایی حمایت در زمین مهرگان نور، اما خطای دو ضرب رو آقای فولادی گرفته. حیدری پاس برای دانشدوز، پاس هم ارگانی ها، دفاع عالی از عیسی ناصری. عیسی ناصری در منطقه سرویس برای مهرگان نور. سرویس خوب، دریافت از حاجی کلاته، پاس برای فرادی، دفاع عالی، یوسف کاظمی ستاره نوری ها و دستانی کشیده و خیمه زده روی تور، امتیاز هفتم رو گرفت. عیسی برای نوری ها در منطقه سرویس، سرویس های خوبش اجازه طراحی حمله مناسب رو به تیم پاس گرگان نداد. دریافت حاجی کلاته، نجفی به عنوان مهاجم. عرض کردم سرویس های خوب عیسی ناصری کار در دریافت سخت کرده برای تیم
پاس گرگان. خجسته لیبروی دوم تیم پاس به زمین میاد برای دریافت بهتر. باز هم عیسی ناصری در منطقه سرویس. دریافت خجسته هم خیلی مناسب نبود، اما امین نجفی نتونست کار خودش رو تکرار کنه. 8-4 امیر رضا سرلک برای پاس گلدان. دستان ایدری دریافت ناقص، این بار فرهادی پاسخ میده حرکت امین نجفی رو. حسن سرلک در منطقه سرویس قرار داره برای تیم پاس گلدان. دریافت از ایدری، یه کار سرعتی محفظ موسف و کازمی برای مهرگان نور. 9-5 امین نجفی پاسور نوری ها میری در منطقه سرویس قرار میگیره. مستقیم به خارج زمین رفت. نه شش سه امتیاز اختلاف و عبدالحمید چوگان برای پاس گرگان در منطقه سرویس. دریافت دانشدوست، پاس برای خود احسان، توپ به خارج زمین میره بعد از برخورد به دستان مدافعین. 10-6 دانشجو امتیاز دهم رو گرفت، خودش میره در منطقه سرویس قرار میگیره. توپش به تون برخورد کنه، نتونست روند خوب خودش رو تکمیل کنه با زدن یک سرویس خوب. فرهادی برای پاس گلدان. با کمک تور یه امتیاز مستقیم سرویس گرفت. 10-8 هم با کمک تو، این بار ناوی هوشیارتر توپش رو به سرپنجه‌های مدافعین میزنه. پاس برای احد رضایی، دریافت در انتهای زمین. پاس هم سلیم شفری که این بار به پای نوری‌های اجازه عبور توپ رو نداد. یوسف کاظمی در متن این حرکت. مهرگان نور یوسف کاظمی در منطقه سرویس. 11-8 حساب کار در دست دوم. این دستان حاجی کلاته، پاس برای مهدی رضایی، جای خالی، شونجه بلند کاظمی، پاس تک دست. توپ عدم هماهنگی بین بازیکنان و مصدومیتی که برای عیسی ناصری به وجود میاد. 11-9 عیسی ناصری احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم که مشکل خاصی برای این بازیکن خوب والیبال مازندران پیش نیومده باشه و بتونه به بازی برگرده.
11-9 مهرگان نور پیش از در دست دوم. خب رحمان تغییرزاده برای گرگانی ها باید سرویس رو بزنه. 11-9 در دست دوم. بازیکن آمالی تیم پاس گرگان، پاس برای احد رضایی، دفاع و توسط سرلک و چپلی. 11-10 همچنان رحمان تغییرزاده در منطقه سرویس قرار داره. سرویسشون میزنه، دریافت ناوی، پاس برای رضایی، این بار توپش با برخورد به دستان مدافعین به خارج زمین میره. دوازده ده حساب کار در دست دوم. احد رضایی در منطقه سرویس برای تیم مهرگان نور. دریافت از چپلی، پاس برای مهدی رضایی، دفاع عالی از عیسی ناصری، به خوبی مسیر عبور توپ رو سد کرد و 13 امتیاز برای تیم مهرگان ثبت شد. 13-10 باز هم احد رضایی در منطقه سرویس. با کمک تور دریافت فرهادی انجام داد، یه جای خالی، شیرجه بلند رضایی، ناوی، دریافت فرهادی در جدال میتون، این بار نوری ها، پاس برای احد رضایی، این بار دفاع شد، این بار دفاع شد. 13-11 مهدی رضایی میره در منطقه سرویس برای تیم پاس گرگان. برای احد رضایی، توپش بدون اینکه به دستان کسی برخورد کنه به خارج زمین رفت، اما بازیکنان تیم مهرگان به این تصمیم آقای داور اعتراض دارن. مهدی رضایی برای دریافت دانشدوست، پاس برای ناوی، باز هم دفاع از بازیکنان پاس. 13-13 دو تیم برابر.
خب وقت استراحتی که آقای نقی زوکایی گرفت و مجدداً کار باید دنبال بشه. دست دوم رو خیلی عالی نوری ها آغاز کرده بودن، اما با گذشت زمان پاس گرگان مسلط شد به بازی و تونست خودش رو برسونه. 13-13 مهدی رضایی، دریافت دانش دوست، خیلی دریافت خوبی نبود. ناوی باز هم دفاع، با دریافت ناقص دانش دوست امین نعمتی نجفی نتونست پاس خوبی برای مهاجم فراهم کنه. حالا امیر پژومان به جای امیر حسین ناوی وارد زمین میشه برای دریافتی بهتر. سرویسش رو میزنه مهدی رضایی به تور میزنه. چهارده چهارده برای نوری ها. یوسف کاظمی در منطقه سرویس هست. منتظر هستیم تا سرویس رو پژومان میزنه. دریافت خوب از حاجی کلاته، جای خالی ناصری برای دانش دوست، باز هم دفاع شد. چوگان کار سرعتی رو برگشت تو. حاجی کلاته مهدی رضایی رو صاحب توپ میکنه. توپ در زمین تیم گرگان هست همچنان. با سلیم کپلی و برخورد توپ به دستان مدافعین و به خارج زمین میره. 15-14 سلیم چپلی در منطقه سلیم بشت به تور برخون. 15-15 دو تیم پا به پای هم دارن پیش میرن. دست دوم عرض کردم نفرات دو تیم نشون دهنده یک بازی جذاب رو میداد که این اتفاق هم افتاد. تیم خوب مهرگان نور که هفته اول رو عالی بازی کرد و پاس گرگانی که با نفرات نامی خودش به مسافه این تیم اومده، یه امتیاز مستقیم سرویس از عیسی ناصری. شانزده پانزده حالا پیش افتاد مهرگان نور. چوگان یک کار سرعتی، دفاع عالی یوسف کاظمی، این دفاع عالی بی نقص و حساب شده را انجام داد. 17-15 وقت استراحت است. تا سنگ دوینی
خب برمیگردن دو تیم به زمین و کار باید دنبال بشه. ناصری برای تیم مهرگان نور در منطقه سرویس است. عملکرد خوبی داشتی در بازی امروز. سرویس خوبی هم زد. خوب برگشت. امین نجفی محکم مسلط به توپ ضربه میزنه. این پاسی که در برگشت احسان دانشدوست براش فراهم کرد. 18-15 شایان شاه سوند به جای فرهادی در ترکیب تیم پاس قرار میگیره. شاه سوندی که سابقه حضور در تیم منحل شده حوسان رامسر رو هم داره. فصل گذشته در تیم پاس به عنوان نفر اصلی بازی میکرد. توپ در تیم خود شایان شاه سوند دریافتش به عنوان مهاجم برمیگرده توپ به زمین گلبان. باز هم شایان توپ در زمین مهرگان نور. احد رضایی ضربه با اختلاف به خارج زمین میده. هیچ اعتقادی نداره آقای امید فولادی که توپ به دستان مدافعین برخورد کرد. شهرام محمودی هم اعلام میکنه که توپ با اختلاف زیادی به خارج زمین رفته. 18-16 امیررضا سرنا برای پاس گلزن. دریافت ایدری پاس برای دانشدوست. توپش دفاع میشه و به خارج زمین میره. امین نجفی پاسور تیم مهرگان در منطقه سرویس برای نور. رو دستان چپلی پاس برای مهدی رضایی. توپش با اختلاف به خارج زمین میره. نه خطای مهدی رضایی رو اعلام کرده آقای فولادی. در لحظه پرش توپش پاش با خط تماس داشته و چون جزء نفرات عقب زمین هست خطا محسوب شد برای 20-16 مهرگان. دریافت ناقصه سلیم چپلی پاس برای رضایی. توپ در زمین تیم نور. چه کسی به عنوان مهاجم یوسف کاظمی محکم مسلط با چشمانی باز و حساب شده. 21 امتیاز رو میگیره تا ساسنگ زدنی این استراحت دوم رو درخواست بده. در دست دوم و اختلاف امتیازی که برای خودش ایجاد کرد تیم مهرگان نور. یک حاشیه امنیت امتیازی. دو تیم برمیگردن به زمین و تا لحظاتی دیگر باید کار از سر گرفته بشه. نجفی برای مهرگان نور. میز
میزنه سرویسش رو دریافت انجام میشه. پاس برای مهدی رضایی، دریافت ناقص و توپی که به خارج زمین میره. حمید پژمان نتونست دریافت خوبی داشته باشه. مورد تشویق علاقمندان به سالن هم قرار میگیره. 21-17 احسان دانش دوست در منطقه سرویس دریافت از آجی گلاته. چوگان یه کار سرعتی، خطای مدافعین روی تور مهرگان نور اعلام شد. منطقه سرویس قرار میگیره برای تیم پاس گردان و رحمت دمیزاده از زمین خارج دریافت دانش دوست. پاس برای عهد رضایی بکش ببینیم تصمیم داوران چی هست. بله برای به نظر داده شد به شور میخوام بذارم نظرات خودشون رو آقای آقایی و طولادی. تصمیم نهایی که آقای امید فولادی باید اعلام کنه. توپ و امتیاز برای پاس گرگان سر نبوده. ویدیو چک تأثیر مثبتی داشته در اعتراضات دوتی بلایی. 23-21
دانشجو است. باز هم ناصری و ماهر امتیاز 24 امتیاز برای مهرگان اومد. دفاع بهتر میتونه تیم نور رو به برتری در دست دوم برسونه. مهرگانی ها با احد رضایی دوست به تور برخورد 24-22 دو تعویضه رو داره انجام میده. های سنگ دبیلی، ابراهیم بزمونه و امیرحسین صداقت به جای عبدالحمید چوگان و مهدی رضایی. مزمونه میره در منطقه سرویس قرار میگیره. سرویسش رو میزنه دریافت دانش نیست پاس برای رضایی و امتیاز 25 و برتری در دست دوم. حالا دو تیم در دست شماری برابر میشن. دست اولی که 25-22 به سود تیم گرگان بود، حالا 25-22 به سود تیم نور به پایان رسید. دو تیم در مجموع 1-1 برابر شدن و حالا باید ببینیم ادامه کار چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.
خب خسته نباشید و خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی ممنونیم از اینکه دارید ما رو دنبال می‌کنید و این بازی زیبا و مهیج رو در حال تماشا هستید. دست سوم تا لحظات دیگر آغاز میشه و باید ببینیم که مهرگان نور میتونه کار رو برای برتری در این دیدار فراهم کنه یا خیر. احسان دانشدوست برای تیم مهرگان در منطقه سرویس که توپش به تور برخورد کرد. اولین امتیاز برای تیم پاس گرگان. رحمان تقی‌زاده. دانشدوست برای کاظمی. اینقدر آماده و مسلط هست که چنین توپایی رو به امتیاز تبدیل کنه و خودش میره در منطقه سرویس قرار میگیره. کاظمی برای تیم مهرگان. سرویسش رو میزنه رو دستان چپلی. یه کار سرعتی کاظمی. خطای مدافعین اعلام شد. دومین امتیاز برای پاس گرگان. 2-1 پاسی ها پیش افتادن از میزبان مهدی رضایی در منطقه سرویس برای پاس گرگان. دریافت دانشدوست. پاس برای ناصری. موفق در کسب امتیاز عیسی ناصری. رضایی. رضایی برای مهرگان. باید سرویس بزنه با اجازه. توپش به تور برخورد کرد. سه دو پاس گرگان. سلیم چپلی میره در منطقه سرویس برای تیم پاس. توپش مستقیم به خارج زمین رفت. امیر پژومان برای مهرگان نور. سرویس محکم دریافت از حاجی کلاته. پاس برای مهدی رضایی در انتهای زمین. توپ بر میگرده. نه، هر چقدر تلاش کردن بازیکنان تیم مهرگان نتونستن تا توپ رو به زمین تیم پاس بفرست. 4-3 دریافت از زیدلی. یه پاس برای ناصری. این بار دفاع شد توسط رحمان تقی‌زاده. 5 امتیاز برای پاس. سرویس سردک. دریافت. باز هم ناصری. دستشو خوندن مدافعین تیم پاس گرگان و ششمین امتیاز برای تیم پاس. 6-3 سند در بازی همزمان سندگران امید 3-0 سایپا رو شکست داده. بیتی پسند که هفته گذشته مقابل تیم همین مهرگان نور 3-2 شکست خورد، 3-1 شهداب یزد رو برده و فولاد سیرجان 3-1 چادر ملوی اردکان رو شکست داد. سپهر صدر مشهد که مقابل تیم پاس هفته گذشته 3-0 شکست خورد، 2-1 از مس
رفسنجان پیش است و بازی پیکان و طبیعت هم دقایقی پیش آغاز شد. ناصری برای مهرگان، دریافت فرادی، پاس برای خود امیرحسین فرادی، دفاع میشه به خوبی توسط امیر نجفی و یوسف کاظمی. شش پنج، سرویس های خوبه ایسان ناصری، منتظر هستیم که آقای طولایی دستی به خودش بدمه. ناصری سرویس رو باید بزنه برای تیم مهربانی. هفت پنج برتری با پاس گرگان. عبدالحمید چوگان پاسور با تجربه و با سابقه گرگانی ها دریافت از حیدری. امین نجفی در مسیر توپ چوگان قرار داشته، توپ بر میگرده، باز هم در جدار نشید یوسف کاظمی. یه راهی جذاب از هر دو تیم. هفت شش، صحبت میکنه مصطفی حیدری کاپیتان تیم مهرگان با آقای امید فولادی داور اول این دیدار. مشخص است که توپ در داخل زمین قرار داره، اما نمیدونم چطور داوران رأی به این دادن که توپ امتیاز برای پاس گرگان هست. نظر داور هم تغییر نمی کنه مگر اینکه ویدیو چک باشه و آقای زوکایی درخواست بده و تجدید نظر شده. هشت شش، فرهادی برای پاس گل دریافت از ترجمان. یک پاس پای دفاع خوب رضایی و تغییزاده. نه شش، اختلاف به سه امتیاز رسید. پاسم فرهادی، سرویس محکم، دریافت ناقص پژومان، پاس با ساید برای اهل رضایی، توپ به خارج زمین رفت. حالا وقت استراحت رو درخواست میکنه آقای زوکایی.
کاملا ناراضی هست از عمل کرده بازیکنان خودش. شش چهار امتیاز اختلاف. و باید ببینیم در ادامه کار مهرگانی ها بر میگردن به بازی ها. خیر، نیاز به آرامش بیشتری دارن در زمین خانگی و با بازگشت دو تیم به زمین باید ببینیم کار به چه شکل دنبال خواهد شد. فرهادی رو دریافت ناقص بازیکن مهرگان حساب باز کرده، این بار پژمان دریافتش بهتر هست. احد رضایی توپش با برخورد دستان مدافعین به خارج زمین. ده هفت، اختلاف به سه امتیاز. احسان دانشدوست میری در منطقه سرویس برای تیم مهرگان نور. حالا با سوت داور این دیدار باید سرویسش رو بزنه. با تمرکز بالا دریافت حاجی کراته رحمان تغییزاد و موفق در کسب امتیاز. یازده هفت، برتری با تیم میهمان. پاس گلدان رحمان تغییزاد او دستان حیدری، پاس برای احد رضایی توپشو به امتیاز تبدیل میکنه. دریافتی رو در زمین متر تیم پاس به دنبال نداره. یوسف کاظمی برای مهرگان نور. دریافت از چپلی، پاس برای مهدی رضایی، دفاع میشه، توپ در اختیار پاسی ها. سلیم چپلی دفاع شد، باز هم حمایت به خوبی در زمین پاس. این بار مهرگانی ها، مهاجم امیر پژمان، جای خالی که حمایت میشه. پاس هم مهرگانی ها، عجب رالی شده، کار رو پاسی ها تموم میکنن. اعتراض شدید احد رضایی به چه چیزی؟ اعتقاد داره که در دریافت بازیکنان تیم پاس دچار خطا شدن، اما امتیاز برای تیم گلگان هست. دوازده هشت، مهدی رضایی توپش به تو برخورد میکنه. دوازده نه، احد رضایی برای تیم مهرگان نور در منطقه سرویس. استادیوم چه پشت خارج زد. 13-9. سلیم چپردی برای پاس گلگان. دریافت از پژمان، خودش به عنوان مهاجم در مسیر فرود توپ قرار داشت. سلیم چپلی، این بار احد رضایی خودش دریافت رو انجام داد، باز هم چپلی در مسیر توپ. فرهادی شیرجه حیدری توپ رو به زمین پاس میفرسته. سرلک با زدن توپ به کف سالن،
به این رالی زیبا خاتمه میده. 14-9 برتری با پاس گردان. چپلی دریافت از پژومان، پاس برای احد رضایی، توپش دریافت درستی رو در زمین تیم پاس به دنبال نداره و دهمین امتیاز ثبت میشه برای تیم مهرگان نور. باید تشکر کنیم از تلاش آقای رابطمند و همکارانشون در مدیریت باشگاه مهرگان نور که همچنان والیبال مازندران رو در سطح اول والیبال ایران نگه داشتن. پژومان امتیاز مستقیم سرویس. چهارده یازده در این سالها حامیان مالی زیادی رو در رشته والیبال مازندران از دست داده و مهرگان جدیدترین سرمایه گذار بخش خصوصی هست که پا به عرصه والیبال گذاشته و در بالاترین سطح والیبال ایران در حال جولان هست. حدود بکنم 19 سال پیش بود که نور با نارنجستان در لیگ برتر کشور حاضر بود، بعد با بیم بابل نماینده داشتیم در سطح یک والیبال ایران، با انصراف بیم از تیمداری کاله وارد عمل شد، سالها افتخار و غرور با کاله مازندران، بعد انحلال کاله، 2 سال با لبنیات حراز و حسان رامسر، بعد انحلال هر دو تیم و حالا مهرگانی که طلایه‌دار والیبال مازندران در لیگ برتر والیبال کشور هست. 14-12 نگه داشته پرچم والیبال مازندران رو در سطح اول کشور. امیدواریم که مهرگان نور به سرنوشت تیم‌های قبلی دوچار نشه، البته با برنامه‌ریزی‌های خوبی که آقای رابطمند و تیم مدیریتیشون انجام دادن، نگاه چندین ساله دارن به والیبال و به دنبال ساخت استعدادها و پرورش اونها در والیبال مازندران هستن. پژومان باز هم سرویس خوب، فرهادی این بار توپش به امتیاز تبدیل شد. 14-15 برای تیم مهرگان در منطقه سرویس. دریافت ناقص چپلی. چهارده سرویس های خوبه
حاضری برای مهرگانمون. دریافت فرهادی، پاس برای فرهادی، خارج زمین میره. 15 به نظر عصبانیت نبی زوکایی و تذکر جدیش رو بازیکن ها جواب داده. در میان همه تیم هایی که در مازندران اومدن و رفتن، عمران ساری، سارویه ساری هم یه زمانی در لیگ برتر حاضر بود و بعد مثل خیلی ها ناپدید شد. ممنون از احمد فتای عزیز که یه تذکرم داده در مورد تیمایی که تو این 20 سال اخیر بودن. خود احمد فتای مربی آملی و مازندرانی ما الان در صنعتگران امید تهران هست که همراه با مهرگان نور فصل گذشته به لیگ برتر اومدن. پاسور تیم صنعتگران هم افشین فتا هست، دیگر بازیکن آملی خوب و والیبال بلد مازندران. مجدداً عیسی ناصری در منطقه سرویس و باید کار رو آغاز بکنه. صدای تشویق‌های تماشاگران مهرگان، دریافت مرکز چپایی، فرهادی، امیر صداقت توپ برمیگرده به زمینی که به پاس، باز هم صداقت به عنوان مهاجم، شیرجه بلند پژمان نتونست توپ رو در جریان بازی نگه داره. رافع طبری و امیر زمانی دیگر بازیکنهای مهرگان نور هستند که بازیکنهای بومی و مازندرانی محسوب میشن. امیر حسین صداقت بازیکن آملی تیم پاس گردان، سرویس عالی از کردم خدمت شما در دست گذشته. سرویس های ویران کننده ای داره امیر صداقت، چپ دست گردانی ها. 17-15 کمی باید تیز بیشتر باشن دریافت کننده های تیم مهرگان نور. به شدت سرویس های محکم و ویران کننده ای داره امیر حسین صداقت. این بار کنترل شده پژمان، کار سرعتی کاره بزنیم میده با برخورد دستان داره. ده 16 امین نجفی میره در منطقه سرویس برای تیم مهرگان نور. دریافت فرهادی، پاس سرعتی تو دفاع میشه، میره به خارج زمین. قرار بگیره برای تیم پاس گردان. دریافت بهتر از پژمان، احد رضایی توپش با اختلاف به خارج زمین میره.
از 19 هم برای پاس گلدان 19-16. وقت استراحت برای تیم مهرگان نور. فرهادی در منطقه سرویس برای پاس گلدان میان سوپ ممتد تماشاگران سرویسش رو بزنه کنترل شده روی دستان پژومان پاس برای رضایی دفاع میشه توپ برمیگرده حمایت در زمین گلدانی ها امیر صداقت توپش به نوار بالای توپ اصابت کرد و بعد 17-17 احسان دانش دوست برای تیم مهرگان نور در منطقه سرویس دریافت چپلی خودش به عنوان مهاجم توپش از منطقه چهار زمین تیم گرگان به منطقه چهار زمین تیم نور میرسه تا 20 امتیاز برای پاس گرگان باشه رحمان تغییرزاده دستان ایدری پاس برای امیر پژمان دریافت ناقص دستان به خارج زمین ۲۰-۱۸ یوسف کاظمی برای تیم مهرگان نور در منطقه سرویس دریافت چپلی پاس برای امیر صداقت توپش در انتهای زمین به امتیاز تبدیل میشه ۲۱-۱۸ برتری با پاس گرگان در دست سرویس مزمونه دریافت پژمان حمایت در زمین تیم گرگان باز هم صداقت و باز هم امتیاز ۲۲-۱۸ کار سخت شد برای تیم مهرگان اما غیر ممکن نیست ابراهیم مزمونه برای گلگانی ها در منطقه سرویس دریافت پژمان احد رضایی حمایت باز هم در زمین تیم گرگان باز هم صداقت و باز هم موفق هر چی زده به امتیاز تبدیل شده تغییر در زمین تیم مهرگان حسنا به جای پژمان وارد زمین میشه دریافت‌های اول پاشنه آشیل تیم مهرگان نور شده و پاس گرگان به خوبی اشراف داره به این قضیه مضمونه این دستان مصنع باز هم دریافت خیلی خوب نبود خود مصنع به عنوان مهاجم چه کسی باز هم صداقت به عنوان مهاجم و باز هم موفق 24-18 عمل کرد خارق العاده
امیرحسین صداقت، بازیکن آملی تیم پاس گرگان، دریافت مصنع، پاس برای احد رضایی، توپش در منطقه یک به امتیاز تبدیل میشه. 24-19 فاروق کوکجلی و معین نعمتی باید به زمین بیان به جای احد رضایی و امین نجفی. فاروق میر در منطقه سرویس قرار میگیره. سرنوشت گرگانیا در دستان خودشون هست. روی این امتیاز دریافت چپلی، خودش به عنوان مهاجم به توپ ضربه میزنه، دریافت خوب مصنع، توپش دفاع شده به خارج زمین در 24-20. بازم فاروق گوگجلی، این بار رو دسته آجی کلاته، کار سرعتی که نمیتونه به امتیاز تبدیل بشه. 21 امتیاز برای تیم مهرگان نور. اگر کمی تیزهوش باشن نوری ها میتونن برگردونن امتیازات رو. وقت استراحت برای پاس گرگان. آقای عیسی سنگدوینی این وقت استراحت رو درخواست میده. خب بر میگردن دو تیم به زمین. هر دو تیم از دو وقت استراحتشون استفاده کردن. در مجموع هم که 1-1 برابرن و تا شاید لحظات دیگه برنده دست سوم هم مشخص بشه. فاروق گوکچلی، دریافت از حاجی کلاته، پاس برای امیر صداقت، حساب شده به توپ ضربه میزنه تا فقط امتیاز بگیره. 25-21 برنده دست سوم پاس گرگان و در مجموع 2-1 پیش میفته از میزبان خودش.
لحظات دیگر دست چهارم دیدار دو تیم پاس گرگان و مهرگان نور رو تقدیم شما خواهیم کرد. 2-1 تیم پاس از حریف خودش پیش هست در مجموع دست شماری و امیرحسین فرهادی که در منطقه سرویس قرار داره و باید کار رو آغاز کنه. دریافت بازیکنان تیم نور، این بار امتیاز مصنع بود که اولین امتیاز رو برای تیم مهرگان نور گرفت. از اول دست چهارم هم در ترکیب هست. یوسف کاظمی برای مهرگان نور، دریافت از سلیم چپلی، امیر صداقت دفاع میشه و توپش به خارج زمین میره. 1-1 رحمان تغیزاده دریافت از مصنع، دریافت خوبی نیست، توپ دفاع میشه و بر میگرده، خطا اعلام شد. رحمان تغیزاده کار رو باید مجدد آغاز کنه برای تیم پاس گرگان. 2-1 بازی ها پیش هستن. دریافت از دانش دوست، احد رضایی برای تیم مهرگان نور. 2-2 تیم برابر. رضایی برای تیم مهرگان در منطقه سرویس. سرویس عالی رو میزنه، دریافت به سختی انجام شد. امیر صداقت با بازی با دستان مدافعین، باز هم امیر حسین صداقت، این بار توپش به خارج زمین رفت بدون اینکه به دست کسی بخوره. 3-2 مهرگان. احد رضایی برای مهرگان نور. دریافت ناقص، توپ خارج زمین میره. عملکرد عالی احد رضایی در زدن سرویس. 4-2 مهرگان نور. احد رضایی همچنان در منطقه سرویس برای مهرگان نور. 4-2 پیش است. دریافت چپلی سخت و دشوار. امیر صداقت موفق در کسب امتیاز برای پاس گرگان. امیر حسین صداقت میره در منطقه سرویس قرار بگیره برای تیم پاس گرگان. کنترل شده دست میدانی، پاس برای احد رضایی. پنجمین امتیاز برای مهرگان.
مصنع برای تیم مهرگان نور. پاس برای سلیم کپلی، توپش به امتیاز تبدیل میشه. سلیم کپلی 5-4 به سود تیم مهرگان. دریافت مصنع، پاس سرعتی و موفق عیسی ناصری. خود عیسی ناصری میره در منطقه سرویس قرار میگیره. ناصری 6-4 مهرگان پیش است. دریافت ناقص فرهادی، امتیاز هفتم برای مهرگان نور. ناصری برای مهرگان. وقت استراحت که آقای عیسی سنگدلی درخواست میکنه. چهار به سود مهرگان نور و عیسی ناصری که در منطقه سرویس همچنان برای نوری ها قرار داره. دست حساس سرویس‌ساز چهارم که برتری در این دست برای پاس، یعنی اتمام مسابقه و بردن مهرگان، یعنی رسیدن بازی به دست پنجم. ناصری دریافت فرهادی، پاس برای امیر صداقت، توپش به امتیاز تبدیل شد. پنجمین امتیاز ناصری. یه تذکر به امیر صداقت میده. جدال همیشگی زیر تیر در والیبال. سرلک دریافت مزن یوسف کازمی و موفق در کسر. پنج برتری با مهرگانی ها. این صحبت میکنه با فرهادی. کاپیتان رو فرا میخونه آقای فولادی داور این دیدار. هر دو کاپیتان در محضر داور و صحبتهایی که برای فولادی انجام میده اشاره میکنه که کارت آماده هست و به دو تیم و به تیم معترض نشون داده خواهد شد. سرویس رو فاروق گوجلی باید بزنه برای تیم مهرگان نور. دریافت فرهادی، یه پاس سرعتی برمیگرده تو توپ برگشتی رو بزمونه به امتیاز تبدیل میکنه.
ابراهیم بزمونه در منطقه سرویس برای تیم پاس گردان، توپش در منطقه یک در انتهای زمین به امتیاز تبدیل میشه تا اختلاف به یک امتیاز فقط برسه. ابراهیم بزمونه دریافت ایدری، پاس برای احد رضایی، موفق در کسب امتیاز احد رضایی. نو هفت احسان دانش دوست دریافت حاجی کلاته، پاس برای فرهادی، ضربه محکم فرهادی به سرپنجه‌های مدافعی میخوره و بعد از دفاع به خارج زمین میره. 9-8 فرهادی برای پاس گلدار، توپش مستقیم به خارج زمین میره. سرویسشو باید بزنه برای مهرگان، دستان حاجی کلاته بزمونه برای سلیم کپری، توپش به خارج زمین میره بدون این که به دستان مدافعی برخورد کنه. اعتراض شدید های عیسی سنگ دبینی، کارت زرد رو براش به دنبال داره. ۱۱-۸ یوسف کاظمی برای مهرگان، پاس برای امیر صداقت، حمایت به خوبی در زمین مهرگان نور، پرواز بلند امتیاز برای مهرگان، تغییری مؤثر در زمین مهرگان نور از نبی زوکایی. 12-8 اختلاف به 4 رسید. کاظمی باز هم برای مهرگان، چپلی، امیر صداقت، ضربه ای که با برخورد به دستان مدافعین به خارج زمین میره. 12-9 رحمان تقی‌زاده دریافت انجام میشه، تو دفاع میشه، بر میگرده امیر صداقت با اختلاف توپ به خارج زمین میفرسته. 13-9 عهد رضایی برای مهرگان، دریافت سخت و دشوار، تو بر میگرده به زمینی تیم مهرگان،
باز هم احد رضایی این بار دریافت بهتر. چه مهاجمی صلیب چه خیلی که دفاع میکنه عالی در مسیر تیپ خودش رو قرار داد احد رضایی. نباید از سرویس های بیران کنندش سریع بگذاریم. 14-9 چوگان به جای خودش بر میگرد و بزمونه میاد بیرون. احد رضایی برای مهرگان نور در منطقه سرویس. باز هم سرویس خوب دریافت حاجی کلاته سنی میشه دارید چیزش دریافت میشه. احد رضایی این بار دفاع شد. 14-10 صداقت برای پاس گلدان. خطای در امیر حسین صداقت باش خط رو لمس کردن لحظه پرید. تشویق بیامان و حضور بانوان در سالن امام خمینی شهرستان نور مصنا. دریافت ناقص حاجی کلاته. چپلی به عنوان مهاجم توپ عبور میده. فاروق گوجلی دانشجو به برخورد سفنگای مدافعین به خارج زمین میده. 16-10 مانی هواداران تیم مهرگان نور مجاب میکنه ایسا سنگمینی رو که یه تعویض دیگه انجام میده. سلیم چپلی میاد بیرون و حسین ولایی به جاش وارد زمین شد. مصنع سرویس برای مهرگان نور. دریافت از خوجسته پاس برای بلایی به پاکو ایسان ناصری و فاروق گوگجنی. این چهره گرچه قد کوتاهی داره اما در گرفتن امتیاز و دفاع روی تور عالی کار کرد. ایسان سنگری باز هم وقت استراحت میدونه. صحبت ایسا سنگدوینی با بازیکنان تیم پاس و همچنین نقی زکایی با بازیکنان خوده. افتح میگردم به زمین. مصنع در منطقه سلویس. دستان فرهادی پاس سرعتی شونجه بلند مصنع. احد رضایی باز هم موفق در کسب امتیاز. 18-10 امتیازهای خوب حاشیه امنیت مناسب برای تیم مهرگان نور.
پایان شاه سمن هم بده امیر فرهادی وارد زمین میشه. مصنع همچنان در منطقه سرویس برای نوری ها دریافت از شاه سمن، یه پاس سرعتی سلک موفق در کسب امتیاز. رحمانی به جای سلک به زمین میاد، سرویس حسین بلایی باید بزنه. ناصری توش مستقیم به خارج زمین، 19-12 مهرگان نور 7 امتیاز اختلاف ایجاد کرد و حاشیه امنیت خود. دریافت از بلایی، پاس با ساعد برای صداقت، دریافت از مصنع، پاس برای دانش دوست، حمایت در زمین تیم پاس، این بار احد رضایی به عنوان مهاجم تو دست خارج زمین میره. 21-12 علاقمندان به مهرگان نور در سالن امام خمینی شهرستان نور رو ملاحظه کردیم. ایست و 21-12 برتری با میزبان یعنی مهرگان. دریافت خود دسته، پاس برای امیر صداقت، توپش به امتیاز تبدیل شد، از کنار دستان مدافعین توپ عبور کرد و به 13 امتیاز تیم پاس تبدیل شد. ابراهیم بزمینه دریافت مصنع، پاس برای دانشجو موفق در کسب امتیاز. 2-13 دانش دوست برای ناقص خود دسته، یه امتیاز سرویس عالی از احسان دانش دوست. دانش دوست 23
13 امتیاز اختلاف. دریافت بلایی توپ برمیگرده به زمین تیم نور. دفاع رحمان تغییرزاده 23-14. کازمی برای مهرگان 24-14. دریافت خودسته به سختی تو عبور پیدا میکنه به زمین تیم مهرگان. کدام مهاجم باسم مصنع برگ برنده نوی زکایی در دست چهارم. دو تیم در مجموع دو دو برابر.
خب دست پنجم تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد و تیم پاس شروع کننده این دست هست به امیرحسین فرهادی. آیزوکایی به ترکیب خودش دست نزده و همون نفراتی که دست چهارم رو شروع کرده به زمین اومده. فرهادی دریافت از حیدری به سختی دریافت رو انجام میده. مصنع دریافت فرهادی بزمونه برای سلیم کپلی. دفاع میشه توی به خارج زمین. گرگانی ها برای تیم مهرگان نور ثبت میشه. یک یک دو تیم برابر. یوسف کاظمی دریافت حاجی کلافه یک کار سرعتی موفق رحمان تقی‌زاده. دریافت مصنع پاس برای عهد رضایی خودش را اختلاف به خارج زمین میده. سه یک باز هم رحمان تقی‌زاده. دریافت مصنع پاس برای عهد رضایی دریافت از بازیکنان گلبان. اشتباه رحمان تقی‌زاده.
ناصری. دریافت آجی گلاته پاس برای فرهادی و موفق در کسب امتیاز. بدن خودش کش آورد تا تونست یه پاس مناسب بده. سرلک دریافت ایدری یه پاس سرعتی موفق میشه به پاسی خوشمند رابط های هم دو تیم دارن پیش میرن در دست پنجم فارغ بوکچلی در منطقه سرویس برای مهرگان نور. تایید میکنه که توپ به خارج زمین رفت. 7-5 مزمینه دریافت از دانشدوست یک کار سرعتی توپ بر میگرده باز هم احسان دانشدوست دفاع میشه توپ به خارج زمین این امتیاز برای احسان دانشدوست برای مهرگان در منطقه سرویس. دریافت آجی گلاته پاس برای فرهادی توپ بر میگرده به زمین تیم گرگان پاس برای مهدی رضایی سالون امام خمینی. 7-7 دو تیم برابر. باز هم دانشدوست برای رضایی باز دفاع شد این بار توپ خارج زمین رفت. هشت هفت پاس گرگان پیش هست.
دو تیم بر میگردن به زمین و حتی دنبال بشه. پاس برای رضایی با برخورد به دستان مدافعین به خارج زمین نو هشت احساس ناراحتی میکنه سلیم چپلی، امیدواریم که مشکل خاصی براش پیش نیومده باشه. یوسف کاظمی برای تیم مهرگان در منطقه سرویس. دریافت آجی کلافه از مونه برای مهدی رضایی که به امتیاز تبدیل شد، دهمین امتیاز. ده هشت برتری با پاس گل داد بهمان تقی‌زاده. دریافت دانش‌دوست، ضربه‌ای که عهد رضایی به توپ می‌زنه و به خارج زمین میره. 11-8 بازم رحمان تقی‌زاده در منطقه سرویس برای پاس گل داد. دریافت مصنع، یک حرکت پای که جمع میشه توسط بازیکنان گرگان، تو برمیگرده به زمین تیم مهرگان. بازم مصنع این بار موفق در کسب امتیاز. 11-9 یه دو تعویضه رو انجام میده نقیب زوکایی، معین نعمتی و امین فرجی. امین نجفی به زمین میان، نجفی خودش در منطقه سرویس قرار داره. دریافت چپلی، پاس برای رضایی، حمایت به خوبی در زمین تیم مهرگان. مصنع خطای تصمیم داور باید ببینیم چی هست. دوازده نه رضایی هیدهی دریافت انجام داد، یه جای خالی، بازم تو در اختیار مهرگان نور. دفاع میشه و به خارج زمین میره. دوازده ده
مصنع. دریافت ناقص فرهادی. جدال روی تو. مضمونه برای کپلی. وقت استراحت برای این پاس و ایسا سنگ بود. سنایستم ملاحظه فرمودید که تصمیم آقای داور درست میده و توپ با اختلاف بدونی که به دستان مدافع این برخورد کنه به خارج زمین رفت. 12-11 منطقه سرویس برای مهرگانمون. دریافت از چپلی، پاس برای رضایی، توپش به امتیاز تبدیل شد. 13-11 امتیازات پایانی و لحظاتی طاقت فرسا و سخت برای پاس و هوادارانش. سلیم چپلی جاش رو میده به حسین بلایی. 13-11 بلایی در حضور سیت منتقه تماشا جمال نوری توپو میزنه. دریافت خوب نعمتی. دریافت از خود بلایی برای مهدی رضایی که موفق است در کسب امتیاز 14. توپ از بین دستان عیسی ناصری به امتیاز تبدیل شد. وقت استراحت برای مهرگان نور. صحبت‌های آقای زوکایی و عیسی سنگدوینی با بازیکنان خودشون آخرین نکات رو متذکر میشن تا بلایی در منطقه سرویس برای پاس. سرویسش رو میزنه رو دستان ایدری. سخت دریافت رو انجام داده کاری سرعتی ناصری. 12 امتیاز گرفت. 14-12 زدن سرویس های خوب از سوی عیسی ناصری و عملکرد خوب مدافعین روی تور به خصوص یوسف کاظمی میتونه مهرگان نور رو به بازی برگردونه و یا حتی برنده این دست بکنه. وقت استراحت برای پاس گلدان.
قاسمی برای تیم مهرگان نور. نفسی عمیق، تمرکز و تا لحظاتی دیگر زدن سرویس. دریافت از فرهادی، پاس برای مهدی رضایی، یکی از اون دفاعی که گفتم اتفاق افتاد. باز هم جدال‌های همیشگی در زیر تور. اختلاف بالا به یه امتیاز رسید. زوج ناصری و کاظمی جواب میده بازی ها نه، باید صبر کنیم. تماشاگران ایستاده دارن بازی رو تماشا میکنن. عیسی ناصری برای مهرگان، باز هم با تمرکز بالا. دریافت سخت، پاس تک دست و امیر سردک که توپش به امتیاز تبدیل میشه تا پاس گرگان. برنده این جدال زیبا و مهیج باشه. تبریک میگیم به تیم پاس و بازیکنانش و خسته نباشید و خدا قوت به تیم پر امید مهرگان نور که انشالله در ادامه مسیر موفق و پیروز باشن. خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز سایت و اپلیکیشن آنتن که تا انتها با ما همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.